بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید همه شما عزیزان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه صبح زندگی و بخش نبض سلامتی امروز مشخصا در رابطه به یکی از موضوعات صحبت میکنیم که به نحوه در تعداد از مردم دیده میشه ولی خوشبختانه باید بگویم که آنقدر زیاد نیست و یک بیماری ژنتیکی هست میخواهیم در رابطه به نوع مریضی به نام کلینی سندروم صحبت بکنیم شاید شما افراد را دیده باشین که دستهای بسیار کلان و بزرگ داشته باشن گوش هایشان بسیار زیاد بزرگ است قد بیش از حد طولانی دارن و صدای بیش از حد غور دارن که این از جمله مشخصات افراد است که دچار این بیماری میباشند ولی صحبت های بیشتر خاط داشتیم با دکتر صاحب محترم قیس نگزاد متخصص امراض داخلم قبل از همه دکتر صاحب شما را خوش آمدید میگم صحبتان بخیر رسولی عزیز صبح شما بخیر صبح تمام عزیزایی که می ما را میبینن و میشنون بخیر باشه خداوند من نان را سپاسگزار هستم که امروز به من بیچاره باز هم تندرستی نصیب کرده تا از طریق دریچه تلویزیون وزین شما در خدمت دوستای خوب و از جایی که بیننده هستن قرار داشته باشه سلامت باشین دکتر صاحب ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه قبل از اینکه بیشتر روی سندروم کلینی فلتر صحبت بکنیم یک بسته تصویری داریم در رابطه با امی بیماری خوب است که با بیننده عزیز یک جا تماشا بکنیم و دوباره برمیگردیم و صحبت های بیشتر با دکتر صاحب خواهیم داشت کلینی سندروم سندروم کلینیفلتر یکی از شایدترین اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در مردان است که منجر به صفر شدن تعداد اسپرم ها می گردد. بروز آن یک در هر 500 مرد می باشد و الگوی اصلی کروموزومی در این سندروم به صورت XXY47 می باشد. یک کروموزوم اضافی X وجود دارد. در دوران کودکی ممکن است اختلال هوش و دیرتر شروع به صحبت کردن وجود داشته باشد سفر بودن اسپرمها بزرگی پستان ها، سخت و کوچک، علایم تغییر بلوغ و تکامل جنسی، قد بلند، ضریب خوشی کمتر و کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی از علایم است که پس از سن بلوغ در این بیماران دیده می شود. این افراد در آینده مستعد برخ بیماری ها و اختلالات هستند اما احتمال بروز آنها زیاد نیست که با آن اشاره خواهیم کرد. اضافه وزنی و چاقی، دیابت، بیماری های تایروید، پوکی استخوان در سینین پاینتر، پوسیدگی دندان ها و افزایش خطر برخ تومورها در آنها بیشتر دیده می شود. این افراد معمولا نابارور هستند و تعداد اسپرم ها صفر می باشد. اگر در دوره جوانی تشخیص داده شود، برای ظاهر شدن صفات سانویه جنسی مانند رویش موهای بدن باید با دکتر متخصص هرمون مردانه مشوره صورت گیرد. بله بیننده های عزیز بسته تصویری جالب را با هم تماشا کردیم در رابطه با سندروم کلینی فلتر حالا می که سایری ویژگی ها و مشخصاتش چه هست با دکتر سایب محترم خیس نگزاد متخصص امراض داخله صحبت های خود ادامه می تیم. خب دکتر شب در ابتدا از شما مقدمه را در رابطه به سندروم کلینی فلتر اول خب بحث و بسته تصویری خیلی عالی بود آموزنده بود و از خودت رسولی عزیز ما تحسین و تمجید کردیم و میکنم سلامت باشه قسمت اعظم کار را آسان کردی. دوست عزیز ما نرمالا در هر حجره هسته داریم بله در داخل هر هسته ساختمان های مشخص حدود داره به نام کروموزوم در داخل هر کروموزوم رشته های تاپ و پیچ وجود داره به نام دی ای وری دی ای در ترکیب خود جینه ها داره که در حقیقت کودها را کپی میکنه از والدین ما به ما که ما چگونه قد داشته باشیم چگونه وزن داشته باشیم چقدر به طور مثال زکاوت داشته باشیم و چه رقم مثلا رنگ جلد داشته باشیم چاق باشیم لاغر باشیم در ضمن از, از او کدام نوع خصوصیات روحی و روانی را داشته باشیم آیا مثلا شکر در که ما باشه نباشه آیا به طور مثال سوراخ های ولادی قلب در که ما باشه نباشه که ما یک فرد سالم به دنیا بیاییم متوجه هستیم دقیقاً با. اولاد آلو آلو می باشه شفتالو شفتالو بعضی بعض اوقات به اساس فاکتورهای مختلف در تعداد کروموزوم ما یا در خود مواد ژنتیکی موجود در داخل کروموزوم تشوش ایجاد میشه مثلا یک فرد نرمالا باید در هر حجره خود 46 عدد کروموزوم داشته باشه از این 46 عدد کروموزوم 44 دانه از از جمله کروموزوم های سوماتیک هست یا جسمی هست که در زن و مرد مشابه است یک جوری از کروموزوم است که در زن متفاوت تر و در مرد متفاوتتر هست یعنی استراکچر یا ساختمان کروموزومی مرد 46 XY و زن 46 XX است بله پس یک فردی که پشت در پشت دختر خانهش پیدا می شد این معضله هیچ نوع مسئولیت خانمش نداره اگر کسی یک زن در خاطر پیدا کردن پشت در پشت دختر ها ماخذه این کارش دور از اقلانیت منطقی است باید به دکتر مشوره کنه که معلومات کیست ناقترخ که در میگیره درست؟ دقیقا طالب جنگان از راستی میبینی که از زن یک بچه پیدا میشه حالان که امی القا اگه در میزن سابقه هم صورت میگرفت شاید یام بچه میبود درست؟ یک بعض اوقات دمی ساختمان های کروموزومی یا ها در تعداد کروموزومی تغییرات کروموزوم ها تغییرات ایجاد میشه یکی از جمله تغییرات در تعداد کروموزوم های جنسی عبارت از مرض عامی است تحت نام کلاینفلتر سندروم کلاینفلتر میگیم که چرا نامش گذاشته سندروم یعنی در سیر تاسیس اینچونین تشویش کروموزومی در پیش یک فرد یک یک طیف وسیع از نشانه ها تاسیس میکنه به می خاطر به نام مجمع یا سندروم میگن دقیقا. خب افراد اشخاصی که اسکلر سندروم کلاین فلتر می داشته باشن معمولا یک یا بیشتر از یک کروموزوم X اضافه دارن یعنی فرد مرد هست باید 46 XY داشته باشه حالان که داره 46 XXY 46 XXXXY, 46 و هر قدر که تعداد اکس های اضافه پیش این فرد بیشتر باشه همه قدر تشوش های عمومی در بدنش امکان داره که بیشتر باشه, باشه. 75 درصد افراد اشخاصی که تشاوش تشوش کروموزومی مرض کلینفلتر یا سندروم کلینفلتر را می داشته باشند تا به قبل از بلوغ قطعا شناسایی نمیشه <applause> پدر مادر خوش است که چه خوبی رشد کرده چه خوب بتر مثال وزن دارد و بهتر مثال بد پایای دراز دارد دستای دراز دارد هیچ کس نمی داکتر نمیفهمد آستاستا وارد مرحله بروغ افراد اشخاص میشه میبینه که بدر بزرگوار بدر از دوزده سالگی جوان ش بهتل هبد ساله شهی خبر نست رش درک نداره برود درک نداره پستانها بزرگ است اینیجهستکه باز آستاستا ای مادرو پدر ار کم زیرک باشه زرک نبد برازی به زن مییرن کل گه خلاص شد مبنکه د بته سالگیمی پی داکتر اگر زیرک زیرک به این میفهم که دانش طبی داشته باشه کما که یعنی تورم و گپا و یارا دیده باشه کل روزه در فیلم سریال سپری نکرده باشه وقتی که دیده باشه میفهمه که چی گپ است میره وقتی که بیارن معمولا در ده فیصد واقعات امکان داره که در نزدیکای بلوغ تثبیت ها حالان که 90 فیصد باقی مانده فقط وقت تثبیت میشه که افراد اشخاص به خاطر پیدا کردن اولاد به دکتر میه. خاطر پیدا کردن اولاد خب افراد <تصفح> اشخاصی <تصفح> که سندرم کلاینفلتر می داشته باشند چانس تاسوس شکر پیش زیاد است چانس تاسوس و کاری خودی تایرایت تا پیش از زیاد است چانس تاسوس امراض آتو ایمیون پیش از زیاد است چانس تاسوس پوکی استخوان قبل از وقتی که شما اونجا اشاره کردین پیش از افراد اشخاص زیاد است تستوسترون کمه تستوسترون در سفت بودن و در تاسوس مرتکس ماتریکس در استخوان نقش اساسی داره چانس به سال مثال تاسوس اعقامت بیولوژی خوب که پوازیس پیش از افراد اشخاص زیاد است چرا این کلینفلد میگن اولین مرتبه ای توسط سایزدان امریکایی به نام هری کلانی در سال 1940 معرفی شده به می خاطر به افتخار یاد بود از همی دانشمند ای را میگن کلاین فیلتر سندروم یعنی تشویش کروموزومی جنسی که با استفاده از موجودیت یک کروموزوم ایکس اضافی پیش یک مرد ایجاد میشه اینا ظاهر کاملا مردگونه هست ولی بعضی خصوصیات مثلا پیشان تناقص وجود داره و به خاطر که اولین مرتبه توسط ساینس به نام کلاین معرفی شده به نام کلاین فیلتر سندروم دقیقا خیلی جالب و تاریخچه بسیار جالب هم داشت که بالاخره کشف شده بود حالا دکتر صاحب چون فرصت محدود است میریم روی راهکارهای تشخیصی و همچنان نشانه های معمول و عمدی که ای افراد دارن و تجربه میکنن قد بلند، پایا دراز دراز، بازو دراز دراز، آواز نازک، آلت تناسلی کوچک، بیزه ها سخت و کوچک موی یا نیست یا یک چتکه چتکه می باشید یک تارکریش برامده جی. یک تارکریش مثلا موی قفص سینه موجود نیست موی زیر بغل موجود نیست در اطراف آلت تناسلی موی موجود نمی باشه افراد اشخاص معمولا جنگو مستی ها داره اندازه سینه شبه به یک خانم می داشته باشه و در پولی از او افراد اشخاص در کل کممیلی و بیالاقی جنسی می داشته باشن در ضمن از افراد معمولا عقیم می باشا. ولی ای که چگونه تثبیت میشه خود ظاهر کلینیکی فرد ماینات هورمونی که از قبیل تستوسترون فسج چلچ و سوی استرادیول یعنی معمولا مردانه کم برعکس هورمون زنانه پیشازی افراد اشخاص به اساس تشوش کروموزومی بلند است بیزه درست کار نمیتونه این که چرا یا اولاد پیدا نمیتونه و یک ای یا مثلا رای حل برای پیدا شدن اولاد وجود داره نداره می باید وضاحت بتون کال کسای کلین فیلتر داره نشه به تشویش شما عزیز دل من می خوام هیچ گوت تشویش خلق کنم بسیار خوب بنابر این افراد اشخاص اگر که سندرم کلین خفیف داشته باشن امکان داره که قدر تظاهرات هم پیشون متبارز نباشه و پلیس به شکل طبی 50 درصد حمل میگیره خانم از یاد ولی 50 درصد باقی مانده باید پیش از اینا شیوه های را که به نام اسپرم ریتریول تکنیک میگن عملی شوه یعنی با استفاده از شیوه ها و راهکارهای مشخص خست. در بیزه ها سوزن زده میشه اگر اوجا کدام اسپرم هیه موجود باشه او کشیده میشه در یخچال ها نگهداری میشه تخمه خانم ازی گرفته میشه و بعد از اینکه القاح در بیرون از محیط داخل سیستم تناسلی زن صورت گرفت مرحله بلاستوسیست تک سپری کرد یعنی که طلاعات کروی را بعد از او به زنش تصریح میشه نصب میشه تطبیق میشه ولی یک نکته ایجا مورد بحث است پروسیجر آی وی اف یا ایکسی در دنیا پرهزینه است در کشورهای اروپایی معمولا در حدود سه هزار یورو مصرف قبل از اینکه نصب بکنن باید امین تخمه و و نطفه القا شده باید مورد آزمایش کروموزومی قرار بگیره که نشه کدام داشته باشه یعنی تعداد کروموزومایش کم و یا زیاد نباشه به خاطر اگر کم زیاد بود در ما اول مفت سه 4000 دلار هم ابس میره دقیقا. یعنی یگانه راهکار به شیوه کفیف بود فقط میتونه به شکل طبیعی نو حمل بگیره ولی اگر اسپرم صفر بود بایزه ها صفر بود با استفاده از میتودای کمکی القاره که به نام آی وی فیکسی میگن شک... مونده قضیه تستوسترون تستوسترون <تصفح> ده چی کمک میکنه شاید افراد اشخاص ضرورت به این پیدا شه که عمرن تستوسترون میگیره برشان ریش میکشه امکان داره که بعد سال आवाज شونه خور امکان داره مایل جنسی خوب خون بکنه امکان داره که پوکی استخوان شونه اصلاح بکنه ولی سینه ها رو روز به روز بزرگتر کرده میره و در پیدا شدن اولاد نقش نداره یادتون باشه که تستوسترون عوارض داره بعض افراد روز یک بچه آمده بودم تو مشکل داشت در مزار خودش هر 14 روز بعد بر خود برخود یک تست سلون پیچکاری کردم میره من گفتم او گنگ سلا احتیاط بکو اما تو برش گفتم به خاطر که هر دوا با استدباب منطقی با در نظر داشته میزان خطر و فایده توسط متخصص توصیه میشه اگر با سوارز هم کردن مسئولیتش مربوط دکتر است بله دقیقا دکتر شد خیلی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و معلومات جالبی که باشن. با ما بیشتر باشیم رسولی یک نقطه آخر را ما باید اشاره بکنم این موضوع را من به خاطر بحث کردم که در هفته گذشته حداقل نو نفر از این کیس از ولایات به ما مراجعه کرده بود و خاطر در افغانستان عام نیست چون ما آمار نداره آم است چرا ما آمار نداریم نه که هست ولی دقیقا. چون ده یک هفته نو فرد آمده بود و این به مثال دلالت به آن بودن میکرد به خاطر ما ایران با ساخت بسیار خوب دکتر صاحب خیلی تشکر میکنم از حضور شما در خوب و خوش برتان میخوایم از شما عزیزا هم بسیار تشکر که با ما هستین وقفه بسیار کوتاه میگیره